ملخ ساگاپدو یا ملخ پدو یکی از بزرگترین حشرات ایران و دنیا. این ملخی که مشاهده میکنید یکی از بزرگترین ملخهایی هستش که در ایران مشاهده میشه. کاملا گوشخاره و جیره غذایش از پروتئینه. از پرندگان، جوندگان، حشرات و پستانداران و مهرهداران کوچک هم به راحتی میتونه تغذیه کنه، اونها رو شکار میکنه و با آرواره های قدرتمندی که داره به راحتی اونها رو از پا در میاره. سلام و درود دوستان، من آینه نیکخان هستم از کانال نیک وایپرز. در این چنل شما رو با جانوران، خزندگان و موجودات زهرآگین ایران آشنا میکنیم در حیات وحش منطقه خودشون. الان در این سفر همونطور که در رشته کوه زاگرس در حال پیمایش بودیم، در مناطق دشتی استان مرکزی تونستیم یکی از بزرگترین ملخ های ایران رو مشاهده کنیم. ملخ پدو یا ساگاپدو، همونطور که مشاهده میکنید یکی از ملخ های گوشتخوار و بزرگترین حشرات ایران و دنیا هستش. ببینید چه جثه درشتی داره. به راحتی میتونه از پرندگان، جوندگان کوچک، خزندگان کوچک و همینطور مهرهداران ریز تغذیه کنه. نقش بسیار خوبی در کنترل بندپایان و حشرات دیگه داره، چون کاملا گوشتخواره و مثل ملخ های دیگه آفات کشاورزی نیستش و از گیاهان و علف ها و همینطور محصولات کشاورزی تغذیه نمی کنه. ویدیوهایی ازش در فضای مجازی مشاهده میشه که روی شاخ و برگ درختان جوجه پرندگان رو شکار کرده و داره ازشون تغذیه میکنه، چون بسیار قدرتمنده و آرواره های بسیار قدرتمند و بزرگی داره. اگر دست من رو الان گاز بگیره به راحتی سوراخ و یا پاره میکنه بافت گوش رو و خونریزی شدیدی رخ میده و میتونه زخم عمیقی رو ایجاد کنه. خارهای بسیار بلند و بزرگی روی دست و پاهاش هست که به واسطه این خارها همونطور که مشاهده میکنید به راحتی میتونه روی اجسام خودش رو متصل کنه، از درختان بالا بره، از اشیا بالا بره و همینطور از همه مهمتر شکارش رو با اونها کنترل کنه و محکم نگهش داره تا نتونه فرار کنه. قیافه بسیار ترسناک و جثه بزرگی داره. اگر کسی که از حشرات وحشت داره و هراس داره اینا رو مشاهده کنه در طبیعت مطمئنا بترس و وحشت کنه. زائده شمشیر مانندی که میبینید و مقداری هم سفت هستش به هیچ عنوان نیش و یا محل تزریق زهر این گونه ها نیستش. فکر نکنید که اینا نیش دارن و یا میگزن. این زائده برای اینه که ماده ها بتونن داخل خاک تخریزی کنن و نسل بعدی خودشون رو به محیط اضافه کنن. ببینید چقدر زیباست این زائده شمشیر مانند. و وقتی کسی روی ملخ ها میبینه، حالا نه این گونه، گونه های دیگر هم هستن که دم شمشیری بهشون میگن و این زائده رو دارن، هیچ گونه سم و زهری نیست و خطری نداره و محل گزش نیستش، فقط برای محل تخریزی نمونه های ماده هستش. شاخک های بلند و مردمان که چشم بزرگ داره و یک حفره در بغل سرش قرار داره که حفره گوش این ملخ ها هستش. اگر داخل تصویر معلوم باشه و مشاهده کنید، یک حفره در پایین تر از سرش قرار داره که حفره گوش این ملخ ها هست و میتونن صداهای محیط اطراف رو بشنون. ببینید چه جثه بزرگی داره. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید و شما رو تونستیم با این موجود خارق‌العاده و زیبا آشنا کنیم. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید، ویدیوها رو تا انتها مشاهده کنید و باعث بشید کانال ما رشد بهتری داشته باشه و بتونیم فعالیت‌های بهتر، مستمرتر و قوی‌تری داشته باشیم و گونه های جانوری و به خصوص خزندگان جامعه زهرآگین ایران رو بیشتر به شما معرفی کنیم و شما رو به این گونه های عجیب، زیبا و خارق‌العاده آشنا کنیم.